به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما دانشپژوهان محترم فرادرس. بنده دکتر سجاد خوشچین هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه لارستان، و در این فرادرس با ارائه مباحث مرتبط با مهندسی پالایش نفت که از دروس تخصصی رشته مهندسی شیمی و مهندسی نفت در مقطع کارشناسی هست در خدمتتون خواهم بود. این دوره به گونه ای طراحی شده که مشتمل بر 9 فصل هست که از تشکیل و اکتشاف نفت تا مهمترین فرایندهای پالایش نفت رو شامل میشه و انشاءالله تا پایان این دوره اطلاعات بسیار کاربردی و مفیدی رو در این حوزه کسب خواهید کرد. در فصل اول ما به مباحث مرتبط با تشکیل و اکتشاف نفت، حفاری چاه‌های نفت و فرایندهای میدانی در محل استخراج خواهیم پرداخت که به عنوان اولین مبحث به منشأ نفت و روند تشکیل اون میپردازیم. خب همونطور که همه شما عزیزان مستحضر هستید، نفت خام یک مایعی هستش غلیظ به رنگ سیاه یا قهوه‌ای بسیار تیره که اساساً از هیدروکربن‌ها که ترکیبی از کربن و هیدروژن هستند تشکیل شده و البته که مدارک هم نشون میدن که بشر از دیرباز با این ماده ارزشمند آشنایی داشته و حتی در افسانه‌های قدیمی هم به محل آتش‌ها و تراوش‌های نفتی اشاره شده. خب پس میتونیم واقعا این گونه استنباط بکنیم که صرفاً نسل حاضر به ارزش این ماده در واقع نفت خام هست، نفت هست پی نبرده، بلکه نیاکان ما هم به ارزش نفت و ترکیبات اون واقف بودن. خب الان سوالی که پیش میاد این هستش که نفت برای اولین بار چگونه کشف شد و به چه ترتیب بود؟ میتونیم این گونه پاسخ بدیم که احتمالاً بشر با مشاهده تراوش‌های نفتی در سطح زمین به این فکر افتاده که در اعماق بیشتر مخازن بزرگتری از نفت وجود داره، بنابراین شروع کرده به جستجو در اعماق زمین. خب همین الان هم شما عزیزان اگر به شهرهای جنوبی کشور مثل مسجد سلیمان مراجعه بکنید، میبینید که نقاطی وجود دارند که سطح زمین آغشته از نفت شده و در واقع نفت خودش رو از چاه‌های عمیق به سطح زمین رسونده، در واقع همون تراوشات نفتی که در گذشته همین عامل باعث شده که بشر به فکر بیفته که در اعماق بیشتر میتونه مخازن بزرگتری وجود داشته باشه. اما بعد از شروع جستجوها سرانجام آقای ادوین دریک در 29 اوت سال 1859 میلادی موفق شد که برای نخستین بار در پنسیلوانیای امریکا در عمق 20 متری به نفت برسه و این یک سرآغازی شد بر صنعت نفت که متعاقباً در ایران هم بعد از 7 سال تجسس در سال 1287 شمسی اولین چاه در مسجد سلیمان به نفت رسید و 3 سال بعد از اون هم با احداث پالایشگاه آبادان نفت خام این ناحیه مورد تصفیه قرار گرفت. خب در حال حاضر برای منشأ نفت دو نظریه مطرح شده که نظریه اول نظریه منشأ معدنی هست که در این نظریه واکنش فلزات قلیایی در دماهای بالا رو به عنوان منشأ تشکیل نفت در نظر گرفتن، اما به واسطه دلایلی که ما در ادامه به اون اشاره میکنیم نظریه در حال حاضر کاملا رد شده است. حالا اون دلایل چیا هستن؟ یکی این که در میان عناصر سازنده پوسته زمین که در واقع محل تجمع هیدروکربن‌های نفتی هست فلزات قلیایی وجود ندارند و این خودش یک نقصان بزرگ هست بر این نظریه. عامل دوم برمیگرده به این موضوع که دما در اعماقی که تجمع هیدروکربنی وجود داره نسبت به دمایی که برای انجام این واکنش ها مد نظر هست پایین تر هست، یعنی شرایط دمایی مهیا نیست برای واکنش های این نظریه. پس این خب یک نقصان بسیار بزرگ باز برای این نظریه به حساب میاد. عامل سوم برمیگرده به وجود ترکیبات نیتروژندار و اجسام فعال نوری در نفت که خب این کاملا مغایر هستش با فرضیات این نظریه، بنابراین این نظریه کاملا رد میشه. بریم سراغ نظریه دوم. بریم تو نظریه دوم که نظریه منشأ عالی هست چه چیزی مطرح میشه. خب در این نظریه منشأ تشکیل نفت رو مواد عالی، حالا چه حیوانی باشه چه گیاهی باشه، در نظر میگیرن به دلایل زیری که ما الان میخوایم بهش بپردازیم. الان این نظریه قابل قبول ترین نظریه هست. به چه دلایلی؟ عامل اول، نفت خام همیشه در لایه‌های رسوبی یافت میشه که توی این لایه‌ها همواره مقدار زیادی از مواد عالی وجود دارند. خب بقایای این مواد، حالا چه گیاهی باشن چه حیوانی، مقدار زیادی کربن و هیدروژن که سازنده اصلی نفت خام هست رو در خودشون دارن. خب این میشه عامل اول.
عامل دوم برمیگرده به این موضوع که آزمایشات تجربی نشون داده که نفت خام حاوی ماده‌ای به نام پورفیرین هست که پورفیرین هم صرفاً در خون حیوانات و سبزینه گیاهان وجود داره که منشأ عالی دارند. پس با استناد به عامل دوم هم به این نتیجه میرسیم که نفت منشأ عالی داره و نه معدنی. حالا پورفیرین چی هست؟ پورفیرین یک ماده شیمیایی هستش با فرمول C32H38N4، یعنی 32 کربن، 38 هیدروژن و 4 نیتروژن. بریم سراغ عامل سوم. نفت خام خاصیتی داره به نام چرخش سطح پلاریزاسیون نور که این خاصیت مربوط به وجود عاملی هستش به نام کلسترول. حالا کلسترول کجا وجود داره؟ کلسترول یا منشأ حیوانی داره یا گیاهی. یعنی اون چیزی که مسلمه کلسترول منشأ معدنی ندارد. بنابراین با توجه به این خاصیت نفت خام به این نتیجه میرسیم که نفت خام منشأ عالی دارد و نه معدنی. بنابراین طبق این سه نظریه، نظریه منشأ عالی در حال حاضر قابل قبول ترین نظریه منشأ نفت خام هست. در مبحث بعدی ما میخوایم به این موضوع بپردازیم که مواد عالی اولیه مولد نفت چه چیزهایی هستند، از کجا به وجود میان و اصلا چگونه به هیدروکربن یا همون نفت تبدیل میشن. خب بررسی‌ها نشون داده که منشأ مواد عالی مولد نفت موجودات بسیار ریزی هستند به نام پلانکتون ها که این پلانکتون ها شما تصاویرش رو، تصاویر ثبت شده از اونها، به دست اومده از اونها رو اینجا شما ملاحظه میفرمایید که موجودات بسیار کوچک و بیشماری هستند که در دریاها، دریاچه‌ها و مرداب‌ها زندگی می‌کنند و این موجودات عمر بسیار کوتاهی دارند و پس از نابودی اجسادشون به کف دریاها رسوب می‌کنه. قسمت اعظمی از مواد عالی رو تشکیل میدن که بعدها با رسوب‌های مختلف ترکیب میشن رو و همین‌ها هستند که به نفت تبدیل میشن. اما اجساد این پلانکتون‌ها درصد بسیار پایینی از اونها هستش که از حمله باکتری‌های هوازی موجود در دریاها در امان میمونن و باعث میشن در عمق دریا به نفت تبدیل بشن. در واقع بیش از 95% از اجساد پلانکتونی تحت حمله باکتری‌های هوازی قرار میگیرند و از بین میرن. حالا هر چقدر در این فرایند میزان اکسیژن محلول در آب هم بیشتر باشه، در این صورت شدت حمله بیشتر و نابودی این اجساد پلانکتونی هم بیشتر خواهد بود. یکی از مواردی که نقش بسیار مهمی در حفظ و نگهداری این مواد عالی تهنشین شده داره، دانه‌بندی رسوب‌های معدنی در اعماق دریاهاست. به صورت کلی ما دو نوع دانه‌بندی داریم برای رسوب‌های معدنی کف دریاها: رسوب‌های درشت‌دانه و رسوب‌های ریزدانه. رسوب‌های درشت‌دانه مثل شن و ماسه، رسوب‌های ریزدانه مثل رس یا آهن. خب اگر رسوب‌های ما مثل شن و ماسه درشت‌دانه باشه، در این صورت باکتری‌های هوازی به راحتی از خلال فرج این رسوب‌ها به داخل نفوذ می‌کنه، حمله می‌کنه به این باکتری‌ها، حمله می‌کنه به این اجساد پلانکتون‌ها و اون‌ها رو از بین می‌بره. اما اگر رسوب‌های ما ریزدانه باشه، در این صورت اجساد پلانکتون‌ها به سرعت مدفون میشه زیر این رس یا آهک و باکتری‌ها نمیتونن حمله بکنن و این اجساد پلانکتونی از گزند حمله مخرب باکتری‌ها در امان میمونن و این اجساد باقی مانده هستش که باقی میمونن و در ادامه طی فرایندهایی به نفت تبدیل میشن. اما طی چه فرایندهایی این اجساد تبدیل میشن به هیدروکربن؟ فرایندهای مختلف مثل واکنش‌های فساد، تجزیه میکروبی، تراکم و پلیمری شدن هستند. مجموعه این عوامل رو ما بهشون میگیم دگرگونی دیاژنتیک. طی این فرایند دگرگونی دیاژنتیک ماده هیدروکربنی بسیار غلیظ به نام کروژن تولید میشه. حالا این دگرگونی دیاژنتیک چه ویژگی هایی داره؟ میریم که به اونها بپردازیم. اولین ویژگی این هستش که از عمق 1 متری تا 1000 متری این فرایند اتفاق میفته. دومین موضوع این هستش که بین 5 تا 10 هزار سال این فرایند به طول می انجامه
یعنی انقدر فرایند طولانی هست. و مورد بعدی این هستش که با ادامه رسوب گذاری عمق این لایه ها افزایش پیدا میکنه و سبب میشه که دما به بالاتر از 100 درجه سانتیگراد برسه و از اون ور فشار هم به بالاتر از 1000 اتمسفر افزایش پیدا بکنه. طی چنین دما و فشار بالایی واکنش های تجزیه حرارتی اتفاق میفته و سبب میشه ماده هیدروکربنی غلیظ کروژن تبدیل بشه به هیدروکربن های مایع سبکتر و در ادامه تبدیل بشه به هیدروکربن های سبکتر و گاز متان. خب در مبحث بعدی به موضوع معادن نفتی و انواع سنگ های مخزن میخوایم بپردازیم که ما در مطالب گذشته عرض کردیم که اجساد پلانکتونی که مواد عالی اولیه مولد نفت هستند بعد از اینکه به نفت تبدیل میشن زمانی این نفت به درد ما خواهد خورد که در یک منطقه اینها جمع بشن که ما اصطلاحاً به اون معادن نفتی میگیم. پس اگر بریم سراغ تشکیل معادن نفتی با تعاریفی همچون سنگ مادر مواجه میشیم که این سنگ مادر همون لایه سنگی هستش که نفت در اون تشکیل میشه و بعد از اینکه نفت در لایه سنگی تشکیل شد در اثر نیروهای زمین شناسی به سطح زمین حرکت میکنه و در نخستین مرحله وارد سنگ مخزن میشه. سنگ مخزن یک سری سنگهای نفوذپذیری هستن که در مسیر راه نفت از سنگ مادر تا سطح زمین قرار دارن. حالا اگر نفتی که وارد سنگ مخزن شده و همچنان هم در اثر نیروهای زمین شناسی در حال حرکت به سمت زمین هست، اگر مانعی بالا سر این سنگ مخزن ها وجود نداشته باشه نفت به سطح زمین میرسه و اون نفت هدر میره. اصطلاحاً به این موضوع گفته میشه تراوش های نفتی. این همون موضوعی هستش که چند جلسه گذشته ما در خصوصش صحبت کردیم و گفتیم احتمالاً نیاکان ما با دیدن تراوش های نفتی به این نتیجه رسیدن که در اعماق زمین احتمالاً مخازن بزرگتری از نفت وجود داره. اما اگر بالای سر سنگ مخزن یک سری مانع وجود داشته باشه و مانع حرکت نفت به سطح زمین بشه، در اون صورت نفت در سنگ مخزن جمع میشه و گیر میکنه، نمیتونه حرکت بکنه و این نفت ها رفته رفته افزایش پیدا میکنن و معادن نفتی رو تشکیل میدن. اصطلاحاً به این مانعی که مانع عبور نفت به سطح زمین میشه بهش میگیم نفتگیر یا همون اویل ترپ. اویل ترپ ها دو قسمت دارن. قسمت اول یک لایه متخلخل نفوذپذیر هست که تعریف کردیم به اون میگیم سنگ مخزن و نفت در اون جمع میشه. لایه دوم یا قسمت دوم یک لایه نفوذناپذیر هست که بالا سر سنگ مخزن قرار میگیره و مانع جریان نفت به سطح زمین میشه. اصطلاحاً باز به این میگیم سنگ کلاهک. بنابراین این سنگ کلاهک باعث میشه که سه جزء آب، گاز و نفت به ترتیب بر حسب چگالیشون در سنگ مخزن قرار بگیرن که آب بالاترین چگالی رو داره در پایین قرار میگیره، گاز کمترین چگالی رو داره در بالا قرار میگیره و نفت اون چگالی پایینتری متوسط داره بین آب و گاز قرار خواهد گرفت. به صورت شماتیک در این شکل شما ملاحظه میفرمایید که ما یک سنگ مخزن رو به نمایش در آوردیم. این قسمت پایین سنگ های مخزن هستن که سنگ های نفوذ پذیر هستن، متخلخل هستن و آب، نفت و گاز به ترتیب قرار گرفته تا میرسیم به اون لایه کلاهک یا اون سنگ کلاهک که مانع عبور این نفت به سطح زمین میشه و اینجا هم سطح زمین هستش. خب بدیهیه که هرچه میزان این نفت و گاز بیشتر باشه بیشتر به درد بهره برداری خواهد خورد. اما برای بهره برداری از این نفتی که در سنگ مخزن قرار گرفته لازم هستش که ما ابتداءً انواع سنگ مخزن ها رو بشناسیم که ما چه نوع سنگ مخزن هایی داریم که به صورت کلی به سه دسته تقسیم میشن. نوع اول ماسه سنگ ها هستند که از سیلیکات آهن و منیزیم تشکیل شدن. ماده سیمانی اونها سیلیز کربنات و اکسید آهن هست و حدوداً بین 10 تا 30 درصد هم تخلخل دارن. دسته دوم سنگ های کربناتی هستند، سنگ های آهکی هستند، از ذرات کلسیت تشکیل شدن و ماده سیمانی اونها هم کلسیت هست. و نوع سوم سنگ های شکافته شده هستند که خب اینها اساساً سنگ های غیر متخلخل و نفوذناپذیرند ولی بر اثر شکستگی هایی که رخ داده و انحلال هایی که صورت گرفته تبدیل شدن به سنگ های متخلخل و ترآوا. از جمله این سنگ ها میتونیم به شیست ها اشاره بکنیم و به لحاظ آماری هم اگر بخوایم مخازن نفتی موجود در دنیا رو بررسی بکنیم میبینیم که حدود 59 درصد
سنگ مخزنشون از نوع ماس سنگ هست، حدود 40% از نوع سنگ های کربناته و کمتر از 1% هستن که سنگ های شکافته شده سنگ مخزن های اونها رو تشکیل میده. اما شناخت این سنگ مخزن چه کمکی به ما خواهد کرد؟ باید ما پیش از اینکه به این سوال پاسخ بدیم دو تا خاصیت سنگ مخزن رو بشناسیم و بعد به این سوال پاسخ بدیم. اون دو خاصیت چیا هستن؟ یکی تخلخل یا پروسیتی هست که طبق تعریف نسبت حجم فضاهای خالی موجود در سنگ به حجم کل سنگ هست. یعنی طبق اینجا اگر فرمول شما ملاحظه بکنید، ابتداعا ما تخلخل رو با نماد فی نشون میدیم، برابر میشود با حجم فضاهای خالی به حجم کل سنگ ضرب در عدد سنگ. حجم فضاهای خالی رو میتونیم بگیریم حجم کل سنگ منهای حجم ذرات سنگ. خب پس یک موضوع میشه تخلخل یا میزان خلل و فرج‌های موجود در سنگ مخزن، و مشخصی دوم برمیگرده به خاصیت تراوایی یا پرمیبیلیتی. تراوایی یک سنگ طبق تعریف قابلیت هدایت سیال توسط اون سنگ هست. در واقع اینکه یک سنگ چقدر بتونه سیال رو از میان خودش عبور بده بهش میگن تراوایی. بدیهی هست که اگر یک سنگ خلل و فرجهاش با هم ارتباطی نداشته باشن اون سنگ تراوایی هم ندارد. پس دو خاصیت تراوایی و تخلخل با هم هستند که منجر به این موضوع میشن که آیا نفت موجود در سنگ مخزن قابلیت بهره برداری یا استخراج دارد یا ندارد. اما قبل از اینکه این موضوع رو کاملتر بکنیم، بریم ببینیم تراوایی بر حسب چه واحدی بیان میشه، که اون واحد رو ما با نام دارسی میشناسیم و طبق تعریف یک دارسی معادل با سیالی هستش که با ویسکوزیته 1 سانتی پواس با نرخ 1 سانتی متر مکعب بر ثانیه از یک سطح مقطع به مساحت 1 سانتی متر مربع تحت گرادیان فشار 1 اتمسفر بر سانتی متر جابجا میشه. اینجا فرمولش رو ملاحظه میکنید که میشه کا همون ثابت تراوایی ضرب در سطح مقطع تقسیم بر ویسکوزیته ضرب در گرادیان فشار، و مجموع این برابر با دبی سیال عبوری رو تشکیل میده. حالا اون سوال اول رو میخوایم پاسخ بدیم. زمانی که یک سنگ مخزن از تخلخل خوبی برخوردار باشه، حداقل 20 تا 30 درصد تخلخل داشته باشه و تراوایی خوبی هم داشته باشه، یعنی بین خلل و فرج ها راه وجود داشته باشه، در اون صورت نفتی که در اون میدان نفتی وجود داره قابلیت بهره برداری داره. چه بسا در حال حاضر معادن نفتی وجود دارن که نفت قابل توجهی هم دارن، اما چون سنگ مخزن های اونها از نوعی هست که تخلخل پایینی داره و تراوایی پایینی داره، اون نفت قابلیت استخراج و بهره برداری نداره و برای همیشه در لایه های زیرین زمین مدفون شده. مبحث بعد در خصوص روش های اکتشاف نفت هست که به صورت کلی 3 روش برای این کار وجود داره. روش اول روش های بصری هست که با مشاهده نفت یا استشمام بوی گاز بر روی سطح زمین به این نتیجه میرسیم که احتمالاً در اعماق اون منطقه از زمین میتونه مخازن نفتی وجود داشته باشه، و به این روش روش اکتشاف مستقیم گفته میشه و در گذشته هم کلاً از این روش استفاده میشده، اما در حال حاضر دیگه این روش کاربردی نداره. چرا که بیشتر مناطقی که دیگه با این روش شناسایی میشدن دارای نشانه بودن دیگه مورد بهره برداری قرار گرفتن. پس باید بریم سراغ دوتا روش دیگه، که روش دوم روش مبتنی بر علوم زمین شناسی هست که توی این روش از منطقه مورد نظر عکس های هوایی گرفته میشه و به کمک این تصاویر سنگ های سطحی و رنگ های زمین مورد بررسی قرار میگیرن و نوع سنگ ها و سن اونها تعیین میشه و انواع نقشه های سنگ شناسی و خطوط همزه خامت در میاد. بعد از اون عملیات حفاری اکتشافی انجام میشه تا اینکه بتونن وضعیت ساختمانی لایه ها رو تعیین بکنن و با استفاده از اون نمودارهای حفاری رو استخراج بکنن. خب این نمودارهای حفاری اطلاعاتی از قبیل مشخصات سنگ، کانی شناسی، خواص فیزیکی لایه ها مثل تخلخل، مقاومت الکتریکی اونها و نوع مایعاتی که داخلش هست رو در اختیار قرار میده و متخصصین و اهل فن با دیدن این نمودارها تشخیص میدن که آیا در اون منطقه نفت وجود دارد یا ندارد. روش سوم برمیگرده به روش های ژئوفیزیکی، که این روش ها با استفاده از اندازه‌گیری های فیزیکی برای شناسایی زمین و پدیده های مربوط به اون استفاده میشه. خب روش های ژئوفیزیکی بر پایه اندازه‌گیری پدیده های فیزیکی طبیعی هستند یا پدیده های فیزیکی مصنوعی.
پدیده‌های فیزیکی طبیعی مثل شتاب جاذبه یا حوزه مغناطیس و پدیده‌های فیزیکی مصنوعی مثل امواج لرزه‌نگاری. خب در حال حاضر روش ژئوفیزیکی پرکاربردترین روش اکتشاف نفت هست و با توجه به اینکه از کدوم یکی از این پدیده‌ها استفاده می‌کنه، خودش مجدد به سه دسته تقسیم میشه. که اولین اونها روش صفرسنجی یا گراویمتری هست که در این روش از اندازه‌گیری تغییرات شتاب ثقل در نقاط مختلف یک ناحیه اکتشافی برای پی بردن به وضع ساختمانی و جنس لایه‌های زیرزمینی استفاده میشه. مستظر هستید برای اندازه‌گیری شتاب ثقل هم از دستگاه‌های ثقل‌سنج استفاده میشه و با توجه به اینکه شتاب ثقل هم تابع چگالی لایه‌های سازنده اون محل هست، با استفاده از این اندازه‌گیری میتونیم تعیین بکنیم که چه لایه‌هایی در زیر زمین وجود دارن که اگر نفت وجود داشته باشه شناسایی میشه. روش دوم روش مغناطیس سنجی هست که در این روش هم تغییرات حوزه مغناطیسی زمین در ناحیه اکتشافی اندازه‌گیری میشه و با استفاده از این تغییرات تعیین میشه که چه نوع سنگ‌هایی و چه لایه‌هایی در داخل اونها وجود دارن. مثلا سنگ‌های آذرین خاصیت مغناطیسی دارن و شناسایی اونها با این روش امکان پذیره، ولی سنگ‌های رسوبی خاصیت مغناطیسی چندانی ندارن و شناسایی اونها با این روش امکان پذیر نیست. بنابراین روش مغناطیسی سنجی هم تا حدودی به ما کمک میکنه که ما تشخیص بدیم در یک منطقه نفت وجود داره. روش سوم روش لرزه‌نگاری هست که امروز خیلی هم مورد توجه قرار میگیره، که در این روش با ایجاد یک نوع زمین لرزی بسیار خفیف امواج لرزه ایجاد میکنن و امواج به شکل نیمکره‌هایی در حال انبساطی در لایه‌ها و سنگ‌های مختلف زمین منتشر میشه و بعد از شکست‌ها و بازتاب‌های فراوان دوباره به سطح زمین برمیگرده. امواج بازتاب شده به وسیله یک سری گیرنده‌های مخصوص دریافت میشه و از اونجایی که این بازتاب و شکست امواج لرزه‌ای از قوانینی مشابه قوانین نوری پیروی می‌کنند، بنابراین سرعت انتشار این امواج به نوعی نشان دهنده خواص الاستیکی سنگ‌ها و چگالی آنهاست. پس با اندازه‌گیری این سرعت انتشار امواج میتوان تشخیص داد که آیا در اون منطقه نفت در لایه‌های زیرین وجود داشته یا وجود نداشته، و به این ترتیب تعیین میشه که در یک منطقه در اعماق اون مخازن نفتی وجود دارن یا وجود ندارن. بعد از اکتشاف نفت، عملیات بعدی مربوط هستش به حفاری و استخراج نفت. خود این حفاری به دو هدف، حفاری آزمایشی و حفاری تولیدی اتفاق میافته. حفاری آزمایشی برای این هستش که اطمینان حاصل بشه از اکتشافی که صورت گرفته، یعنی مطمئن بشیم در اون مخازن کشف شده نفت وجود داره، و همچنین تعیین بکنیم میزان تخمینی از نفت قابل استحصالی که داخل اون مخازن وجود داره. سپس حفاری تولیدی صورت میگیره و بعد از اون هستش که بهره برداری از چاه نفت آغاز میشه. برای حفاری دو روش وجود داره که حفاری ضربه‌ای و حفاری دورانی هست. در حفاری ضربه‌ای معمولا یک مته فولادی به طور متناوب بالا و پایین میره، با ضربه زدن به ته چاه سنگ ها رو خرد میکنه، سپس سنگ ها رو از ته چاه خارج میکنن و مجددا عملیات حفاری ضربه ای ادامه پیدا میکنه. اما واقعا به دلیل زمان بر بودن این نوع عملیات حفاری و همچنین اینکه این امکان وجود نداره که تا عمق های زیاد به این روش حفاری صورت بگیره، این روش امروز منسوخ شده و تقریبا از 100 سال گذشته تا به امروز عملیات حفاری دورانی جایگزین اون شده، که امکان حفر تا اعماق بسیار زیاد رو هم برای ما فراهم میکنه. خب خود حفاری دورانی یک سری لوازمی دارن که اصطلاحاً به اونها در بخش اول لوازم بیرون چاه گفته میشه. لوازم بیرون چاه در سه بخش دکل حفاری، بالابر و پمپ ها تقسیم بندی میشن، که دکل حفاری در واقع فضا و سطح اتکای لازم برای بیرون آوردن و همچنین داخل بردن لوله های حفاری رو برای ما فراهم میکنه و معمولا ارتفاع این دکل ها هم بین 24 تا 58 متر است.
بالابرها هم یکی دیگه از قسمت‌های بیرون چاه هستند که نقش اصلی اونها بیرون کشیدن لوله‌ها از چاه یا وارد کردن اون به داخل چاه هستند و پمپ‌ها هم که به دو دسته پمپ‌های گل و پمپ‌های سیمانکاری تقسیم میشن، پمپ‌های گل برای به گردش درآوردن گل حفاری و پمپ‌های سیمانکاری هم برای جداره‌بندی یا کیسینگ چاه استفاده میشن که ما در ادامه در خصوص هر یک از اینها مفصلاً توضیح خواهیم داد. قسمت بعدی لوازم حفاری دورانی لوازم داخل چاه هست. لوازم داخل چاه یکی از آیتم های اون رشته لوله حفاری هست که مجموعاً از 4 عامل لوله چهارگوش، لوله حفاری، توغه حفاری و مته تشکیل شدن. لوله های چهارگوش لوله های توخالی با مقطع مربعی و طول 12.5 متر هست که لوله های حفاری از داخل اونها به داخل چاه عبور میکنه. لوله های فولادی خودشون مجدداً توخالی هستن، طول اونها 9 متره و قطر 2 تا 6 اینچ رو شامل میشن. خب اگر عمق حفر ما بیشتر از 9 متر باشه، ما باید لوله های حفاری رو به همدیگه متصل بکنیم. اتصال این لوله های حفاری از طریق توکه های حفاری اتفاق میفته که برای جلوگیری از پیچش و انحراف رشته لوله حفاری در واقع به کار برده میشن و از جنس‌های خاصی هستن که مقاومتر هستن نسبت به لوله‌های حفاری. مهمترین قسمت رشته لوله حفاری این مته‌های حفاری هستن که برای خرد کردن سنگ‌های موجود در چاه به کار میرن. خودشون شامل دو نوع مته تیغ‌دار و مته‌های غلتکی هستن. مته تیغ‌دار برای حفر زمین‌های نرم به کار میرن و مته‌های غلتکی هم برای حفر زمین‌های سخت مورد استفاده قرار می‌گیرن. قسمت بعدی لوازم داخل چاه جداره یا کیسینگ هست. این کیسینگ ها یک سری لوله های فولادی هستند که به دیواره چاه چسبیده میشن و ما بین جداره خارجی کیسینگ و جداره داخلی چاه با سیمان پر میشه. اگه بخوایم رو به صورت شماتیک توضیح بدیم، روی این اسلاید اگه ملاحظه بفرمایید، خب ابتداءً با استفاده از یک مته به این قطر فرضی یک چاه تا این عمق حفر میشه. بعد از اینکه دیواره چاه متزلزل شد، دیگه امکان حفر بیشتر وجود نداره. چون اگر بیشتر از این حفر کنیم، امکان داره دیواره چاه سقوط بکنه. برای همین یک لوله فولادی که ما به اون کیسینگ میگیم و تو خالی هست رو وارد چاه میکنیم و فضای ما بین لوله فولادی و دیواره چاه رو با سیمان پر میکنیم. مجدد از مته کوچکتری استفاده میکنیم و عملیات حفاری رو تا جایی که دیواره چاه مستحکم باشه ادامه میدیم. بعد از اینکه مجدد دیواره چاه متزلزل شد، یک لوله فولادی دیگه از سر چاه وارد میکنیم و فضای ما بین این لوله و دیواره چاه رو از سر چاه مجدداً سیمانکاری میکنیم. مجدد از یک مته با قطر کوچکتر استفاده میکنیم، عملیات حفاری رو ادامه میدیم و جایی که مجدد دیواره چاه متزلزل شد، از لوله توخالی دیگری با قطر کوچکتر استفاده میکنیم و فضای ما بین اون تا دیواره چاه رو با سیمان پرش میکنیم. این عملیات تا جایی ادامه پیدا میکنه که به عمق مورد نظر برسیم. به این لوله هایی که داره استفاده میشه میگیم لوله های حفاری یا کیسینگ. خب قسمت سوم لوازم حفاری دورانی گل حفاری هستش. گل حفاری یه نوع خاک رس با قدرت بادکنندگی زیاده که یکی از مهمترین قسمت های لوازم حفاری داخل چاه به حساب میاد. از جمله وظایف گل حفاری این هستش که خورده سنگ ها رو از چاه خارج بکنه، مته در حال گردش رو خنک کنه، از ریزش دیواره چاه جلوگیری بکنه و همینطور خورده سنگ ها رو به صورت معلق داخل چاه نگه داره و همینطور یکی از مهمترین وظایف اون این هستش که در متلاشی نمودن سنگ ها کمک بکنه به مته حفاری. خب به صورت شماتیک شما اینجا در دو تصویر دکل حفاری رو مشاهده می‌فرمایید که از دو بخش بیرون چاه و داخل چاه تقسیم بندی شده. بیرون چاه یه استراکچر هرمی‌گونه هستش که اون سطح اتکای لازم برای وارد کردن لوله حفاری و به چرخش در آوردن اون رو برای ما فراهم می‌کنه. اینجا لوله‌های حفاری توخالی هستش که تا عمق چاه وارد شده و انتهای اون یک مته قرار گرفته که در تصویر سمت چپ مته
تصویر واضح‌تری رو از متن ملاحظه می‌فرمایید که سه متن غلطکی با زاویه 120 درجه هست که با عملیات دورانی لوله حفاری و چرخش این تیغه‌ها باعث میشه که سنگ‌ها خرد بشن. گل حفاری چی هستش؟ گل حفاری توسط این لوله تزریق وارد لوله حفاری میشه. چون این لوله توخالی هست، گل حفاری به داخل چاه منتقل میشه و از جداره مته این گل خارج میشه. با خارج شدن از جداره مته، اول باعث میشه این مته خنک بشه، دوم باعث میشه که این خرده سنگهایی که اینجا هستن با گل حفاری مخلوط میشن و چون مدام این عملیات پمپینگ گل حفاری ادامه داره، یک جریان، یک گردش به سمت بالا ایجاد میشه و خرده سنگها رو همزمان که در حال حفر هستیم خرده سنگها رو خارج میکنه. گل حفاری به همراه خرده سنگ‌ها از روی الک‌های ارتعاشی عبور می‌کنند و خرده سنگ‌ها جدا میشه و گل حفاری مجدد از طریق این لوله به داخل چاه تزریق میشه و این عملیات تا جایی ادامه پیدا می‌کنه که به عمق مد نظر برسیم و اون عمق مد نظر هم جایی هستش که ما به نفع رسیده ایم. مرحله آخر مربوط میشه به استخراج نفت از چاه حفر شده که برای بهره برداری از چاه نفت ابتداعاً باید تمامی وسایل حفاری شامل دکرهای حفاری، لوله‌ها، توبه‌ها و همه این موارد از روی چاه برداشته بشه و سپس دستگاه‌های دیگری که به همراه لوله‌ها و شیرالات متصل هست رو بر روی چاه نصب بکنیم که به مجموعه این لوله‌ها و شیرالات درخت کریسمس گفته میشه. هنگام بهره برداری از چاه نفت دو حالت پیش میاد. حالت اول زمانی هستش که فشار مخزن کافی باشه. در این صورت نفت انرژی لازم برای رسیدن به سطح زمین رو داره که به این حالت میگیم فوران تنظیم شده. اما حالت دوم زمانی هست که فشار مخزن پایین باشه. در این صورت نفت نمیتونه با دبی مناسب خودش رو به سطح زمین برسونه و لازم هستش که از روش‌های فشار مخزن رو بالا ببریم که یکی از مهمترین اون روش‌ها روش گسلیفت هست. نکته قابل توجه این هستش که مخازن گروه اول هم بعد از مدتی به حالت دوم تبدیل میشن و فشارشون کاهش پیدا میکنه. اما روش گسلیفت چی هست؟ در این روش میان گاز تحت فشار رو در فضای مابین لوله تولید و جداره به داخل چاه ارسال میکنن که با مخلوط شدن با نفت موجود باعث میشه چگالی نفت کاهش پیدا بکنه، فشار افزایش پیدا بکنه و در نتیجه نفت انرژی لازم رو برای رسیدن به سطح زمین پیدا میکنه. در این صورت خب عملیات استخراج به درستی صورت میگیره. اما یک نکته دیگری که ما در زمان استخراج و بهره برداری از نفت باید به اون توجه بکنیم این هستش که گازها رو از نفت خام جدا بکنیم. در قسمت‌های قبل گفتیم که در مخازن نفتی نفت، آب و گاز در نفتگیرها موجود هستند که ما با عملیات استخراج گاز و آب رو هم با نفتمون داریم استخراج می‌کنیم. بنابراین قبل از ارسال نفت به پالایشگاه باید حتما آب و گاز اون جدا بشه، چرا که هم در فرایند انتقال مشکل ایجاد می‌کنن و هم در مبحث نگهداری نفت که این گازها بعضاً منجر به انفجار هم میشن. بنابراین جداسازی گاز و نفت از هم یک بخش الزامی بر روی در قسمت عملیات بهره برداری از نفت به حساب میاد. حالا با توجه به این که مقدار گاز موجود در نفت چقدر باشه، از جداسازهای یک مرحله‌ای و چند مرحله‌ای استفاده میکنیم که اگر میزان گاز کم باشه، جداسازی یک مرحله کافی هست که نفت خام وارد یک جداساز میشه و گاز و نفت از هم جدا میشن. اما اگه میزان گاز زیاد باشه، باید از جداسازهای چند مرحله استفاده کنیم که بعد از وارد شدن نفت به مرحله اول، های پرشر گاز از جداساز مرحله اول وارد میشه و مایع اون وارد سپریتور مرحله دوم میشه و مدیوم پرشر گاز خارج میشه و مجدد مایع اون وارد سپریتور سوم میشه که لو پرشر گاز هستش که از این مرحله خارج میشه و در نهایت لیکوید اوتلت یا نفت خروجی از این سپریتور هستش که جهت صادرات یا جهت پالایش به واحدهای پالایشگاهی ارسال میشه تا محصولات با ارزشتری رو تولید بکنه که میشه مبحث فصلهای آینده ما در این دوره. در مبحث بعدی از درس مهندسی پالایش نفت
به موضوع فرآورده های نفتی و مشخصات اونها میخواییم بپردازیم که در اولین مبحث انواع فرآورده های اصلی نفت رو میخواییم مورد بررسی قرار بدیم. در مباحث گذشته به این موضوع اشاره کردیم که زمانی که نفت از مخازن نفتی استخراج شد و عملیات میدانی برای اون صورت گرفت و گاز و آب از اون جدا شد، این نفت وارد پالایشگاه ها میشه و معمولاً به عنوان اولین گام وارد ستون‌های تقطیر میشه و اون محصولات اولیه از نفت خام استخراج میشه که ما اصطلاحاً به اونها برش‌های نفتی یا فرآورده‌های نفتی بهشون میگیم که طبق اون فرآیندهای پالایش بین 10 تا 15 محصول اصلی یا فرآورده اصلی نفت رو ما داریم. اما خب امروزه با استفاده از روش‌های مدرن جداسازی و تبدیل هیدروکربن ها به هم دیگه یه دامنه بسیار وسیعی از این فرآورده ها حاصل شده که تعداد اونها در حال حاضر به بیش از 2000 فرآورده نفتی میرسه و این در حالی هستش که تعداد فرآورده های اصلی نفت به بیشتر از عدد 15 تا الان نرسیده و خب با ترکیب همین فرآورده های اصلی هست که فرآورده های جانبی به دست اومدن. خب حالا اگر ما بیایم فرآورده های اصلی نفت رو بر اساس افزایش جرم مولکولی خدمتون ارائه بدیم، مورد اول میرسیم به گازهای سبک که معمولاً هیدروکربن هایی هستن که در اونها متان و اتان وجود داره، یعنی C1 و C2 هستن، برش های نفتی که یک کربونه و دو کربونه هستن و معمولاً هم به عنوان سوخت صنعتی یا ماده اولیه پتروشیمی مورد استفاده قرار میگیرن. محصول بعدی گازهای مایع شده یا لیکویفاید پترولیوم گاز یا به اختصار LPG ها هستن که اینها هم مخلوطی از پروپان و بوتان هستند و معمولاً هم به عنوان سوخت خانگی یا صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. دسته سوم میتونیم به بنزین یا گسولاین اشاره بکنیم که خب همه مستحضر هستید به عنوان سوخت موتورهای اتومبیل هستش که مورد استفاده قرار می گیره. اینجا فقط توی پرانتز این مورد رو باید بهش دقت بکنید. بعضی ها به گسولاین اشتباهاً اون رو با گازوئیل اشتباه می گیرند، در صورتی منظور از گسولاین همون بنزین هست. مورد چهارم، یکی دیگه از فرآورده های نفتی که خب به ترتیب جرم مولکولی اونها داره افزایش پیدا میکنه، نفتا هست که نفتا معمولا به عنوان حلال رنگ ها و حلال های صنعتی استفاده میشن که خب یکی از کاربردهای بسیار زیادشون در استخراج روغن ها هست. یکی از فرآورده هایی که از خود نفتا حاصل میشه تینر هست که شاید خیلی از شماها شنیده باشید یا با اون کار کرده باشید و به عنوان یک رقیق کننده یا حلال رنگ مورد استفاده قرار میگیره. محصول بعدی سوخت جرخ هست که در موتورهای واکنشی، توربین‌ها، موشک‌ها و از این قبیل موتورها مورد استفاده قرار میگیرند. محصول بعدی نفت سفید یا کروزن هستش که در گذشته و تا حدودی تا در امروز به عنوان سوخت در انواع چراغ‌ها برای ایجاد روشنایی یا گرما استفاده می‌شدند و مورد هفتم همون گازوئیل یا نفت گاز هست که به اون دیزل اویل گفته میشه و به عنوان سوخت موتورهای سنگین یا همون موتورهای دیزلی مورد استفاده قرار میگیرن. فرآورده اصلی بعدی نفت سوخت سبک هست که این فرآورده هم معمولاً به عنوان سوخت تأسیسات حرارتی خانگی یا صنعتی کم قدرت مورد استفاده قرار میگیره. فرآورده بعدی که جرم مولکولی اون هم بیشتر شده، روغن‌ها هستند که این روغن‌ها به عنوان پایه یا مواد اولیه برای تولید روغن‌های مثل روغن موتور، روان کننده ها و سایر روغن‌هایی که به عنوان فرآورده اصلی در بازار هستند مورد استفاده قرار می‌گیرند. در واقع بهتر هستش بگیم این روغن‌هایی که ما به عنوان فرآورده اصلی اینجا نام بردیم خودشون استفاده مستقیم ندارند، باید باز هم عملیات پالشی بر روی این روغن‌ها صورت بگیره تا روغن‌های قابل استفاده به دست بیان. فرآورده بعدی پارافین و موم هست که به اون وکس گفته میشه و کاربرد اون در عایق‌کاری های الکتریکی و حفاظت مواد غذایی هست. شاید خیلی از شما شنیده باشید که در فصل زمستان میوه ها رو با پوشوندن پارافین بر روی اونها از گندیده شدن محافظت میکنن. و فرآورده بعدی قیرها هستند که خب این قیرها هم در عملیات راهسازی و همطور در عایق‌کاری ساختمان‌ها برای جلوگیری از ورود رطوبت از اونها استفاده میشه. و فرآورده آخر هم کوک‌ها هستند یا همون دوده‌ها که برای ساخت الکترودها و سوخت‌های صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرن. خب
فراورده های اصلی تقریبا اینجا طبق اون استانداردهایی که ما بیان کردیم به 12 فراورده اصلی رسید. نکته قابل توجه این هستش که بسیاری از این فراورده ها قابلیت استفاده به صورت مستقیم در بازار رو ندارن. به عنوان مثال روغن هایی که اینجا نام بردیم یا گازوئیلی که اینجا وجود داره یا در اسلاید قبل اون بنزین هایی که به عنوان فراورده اصلی از همون ستون تقطیر اولیه به دست میان قابلیت استفاده مستقیم رو ندارن و باید یک سری فرایندهای تکمیلی روی اونها اتفاق بیفته تا حداقل کیفیت این مواد افزایش پیدا بکنه. اگر این مواد رو با هم ترکیب کنیم یا تغییر بدیم در ترکیبات شیمیاییشون به سایر فراورده ها میرسیم که خدمتتون عرض کردیم تعداد اون در حال حاضر به بیش از 2000 عنوان فراورده رسیده.